و عرض سلام و خسته نباشید خدمت دوستان عزیز، مهدی عباسی هستم، در خدمتتون هستم با جلسه دیگر از طراحی پوست برای سیستم مدیریت محتوای وردپرس. اگه بعضی موقع یکم یواش صحبت کردم به خاطر اینه که رضای دو سه متر اون ورتر، چون الان نصف شب دارم این فیلم رو ضبط میکنم، رضا برادر کوچیکم چند متر اون ورتر گرفته خوابیده. من سعی میکنم حالا یکم یواش صحبت کنم که برادر عزیزم هم از خواب بیدار نشه. خب گفته بودم جلسه بعد دوباره برمیگردیم سر مبحث نوار کناری. این قسمت گفته بودیم این مبحث رو پی بگیریم. خب اومدیم و کاربر ابزارک یا همون ویجتی رو بهش اختبار نوارهای کناری، اینجوری ویجت کاربر میاد یا ابزارک میاد بهشون اختصاص میده. اگه اختصاص نداد چی؟ از کجا بفهمیم کاربر چیزی اختصاص نداده؟ الان مثلا من میام این ابزارک هایی رو که هست توید بفرستم برم اون دنیا، مثلا این ابر برچسب بارم بزنم برم اطلاعات و بایکانی. خب یه رفرش میزنم. خب اگه تو پوسته ای که ما ساخته بودیم کاربر ابزارکی رو اختصاص نداده بود، میخوایم اگه ابزارکی رو اختصاص نداده بود یه چیزی خودمون نشون بدیم اونجا. یه مورد این که از کجا تشخیص بدیم که کاربر چیزی رو اختصاص نداده، یه موردی که چجوری نشون بدیم. خب چیزای زیادی هست که میشه تو این سمت نشون داد، مثل لیست آخرین مطالب ارسالی، آخرین نظرات ارسالی کاربر، ابر برچسب ها، اطلاعات، اون اطلاعات مثل شامل ورود و خروج و نمیدونم لینک ها یا مثلا لینک دونی چیزی. من فعلا میام اینجا اولی که بهتون یاد بدم چجوری بفهمید کاربر چیزی رو به ابزارک اختصاص داده باشه، به نوار کناری اختصاص یا همون سایدبار اختصاص داده یا نه، و اینکه چند تا تابه رو معرفی میکنم. دلیلش این هم از این تابه که من اینجا معرفی میکنم هم اینجا کاربرد دارن، هم همه قسمت های قالب یا همون پوسته شما میتونید استفاده بکنید، ولی من اینجا معرفی میکنم. بعد چند تا تابه آسون رو هم چون تو مباحث ابتدایی هستیم خدمتتون عرض می‌کنم. بعد ها که یاد گرفت بهتون یاد دادم که چطوری میتونید مطالب رو از دیتابیس واکشی کنید، بهتون یاد بدم که آخرین نظرات و آخرین پست‌های ارسالی رو هم اضافه بکنید و یه سری مثلا کادر جستجو رو اضافه بکنید، لینک ورود و خروج رو نشون بدید و خیلی چیزهای دیگه. خب فایلی که باید باز بکنید فایل sidebar.php هست. با زدن اکسپلور میزنید، خب برید htdocs، میرید جایی که نصب کردیم، من پوشه درنه و میرم content teams و بعد اون پوستمون profession بود، این هاش profession، بعد این فایل sidebar.php اینو بازش میکنید. خب dynamic sidebar رو قبلا خدمتون معرفی کردم، گفتیم که برای نشون دادن نوار کناری استفاده میشه یا سایدبار ها. با یه ایف ساده شما میتونید یا اگر ساده میتونید بفهمید که این داینامیک سایدبار خروجی داره نه. خب اگه خروجی داشته باشه یه چیزی رو اینجا نشون میده دیگه، اگه نداشته باشه یعنی یه رشته توخالی رو برمیگردونه. خب داینامیک سایدبار اگه کاربر به اون سایدبار ابزارکی رو اختصاص نداده باشه مثل این حالت، خب یه رشته تو خالی رو برمیگردونه و همونطور که میدونید تو PHP رشته های خالی یا توهی معادل فالس هستن. پس خیلی راحت می نویسیم if، یه if ساده می نویسم و میرم آخر این سمیکالن رو پاک می کنم، پرانتز رو میذارم اینجا، کالن رو میذارم. خب if، خب حالا اینجا این ایفی که من نوشتم میگه اگه داینامیک سایدبار خروجی داشت، فقط کافیه که علامت تعجبی بذارم این ورش، علامت نقیض میشه داخل پی اچ پی. اگه خروجی نداشت این ترو میشه. خب یعنی اگه این فالس برگردونه این نقیض تروش میکنه، ایف ما ترو میشه. اگه اینو نذارید میشه معادل اینکه اگه سایدبار خروجی داشت، ما میخوایم موقعی که خروجی نداشت، پس یه نقیض میذارم اینجا، یه تعجب میذارم اینجا، میام پایین‌تر ایفمو میبندم اند ایف این ازه. خب حالا من امتحانش میکنم، مثلا نوشته ای هر چی دوست دارید بنویسید همینجوری. خب یه رفرش میزنم تو این صفحه، اون نوشته باید اینجا ظاهر بشه، اینهاش ظاهر شد.
خب به همون منوالی باید کد نویسی بکنید که تو حالت به قول معروف ابزارک داشتن نوشته بودید. بس اگه یادتون رفت خیلی راحته، یا یه ابزارک رو اضافه بکنید. الان من دو حالتش رو میگم خدمتون، یا یه ابزارک رو میام اینجا اضافه میکنم، مثلا آخرین دیدگاه ها، میام رو رفرش میزنم، جمعه ذخیره شد، این ذخیره شو باید میزدم، یه رفرش میزنم. خب با اینسپکتور انتخابش میکنم، یکم میام بالاتر. ببینید اینجا دیو سایت بار دیو ویجت خراب بود، در اجرای هر ویجت یا ابزارکی ما یه دیو ویجت بسازیم، بعد تو ویجت تایتل عنوانش رو بنویسیم. اگه اینم به قول این یا راه حل اگه یادتون رفته بود، یعنی اینکه فانکشنز پی اچ پی رو باز میکنید. خب اینجا هستش ریجستر سایت بار بیفور ویجت دیو کلاس ویجت بیفور تایتل کلاس ویجت تایتل. خب حالا میام داخل همین سایت بار اینجا ویجت ها رو دستی میسازم، اینجا میسازم دیو کلاس ویجت، میبندمش اون پایین تر، میبندم این دیو، دیو تایتل رو هم میسازم کلاس ویجت تایتل، اینم میبندم، یه چیزی میسازم بنویسم تایتل، به همون انگلیسی بنویسم عنوان. اگه چیزی رو اشتباه تلفظ کردم انگلیسی ببخشید، من تلفظم اصلا خوب نیست، معنی خیلی کلمات یعنی تو خوندن اصلا مشکلی ندارم، ولی چون گفتار هیچ تمرین نکردم تلفظ خیلی از کلمات معنیشون رو میدونم تلفظشون رو نمیدونم، چون خیلی از بچه ها تذکر داده بودن رو چشم میرم تلفظم هم خوب میکنم. خب یه نگاهی میندازیم. خب حالا واسه اینکه بدونیم قضیه درست یا نه، این ابزارکامون از باید از بین ببریم، ابزارکا رو از بین ببرید همه رو. یه رفرش میزنم. خب همونطور که میبینید تایتل هم ظاهر شد. خب حالا اگه من هر چی اینجا بنویسم جزو بدنه اون ابزارک حساب میشه. خب توابعی که میخوام اینجا خدمتتون معرفی بکنم، اولیش میخوام لیست صفحاتمون رو بذاریم. خب واسه ساخت لیست صفحات از تابعی باید استفاده کنیم به اسم WP list pages. خب این اسمش با خودشه، لیست میکنه صفحات، ذخیره میکنم، یه رفرش میزنم. ببینید لیست کرد صفحات رو، این بالاش هم نوشت برگه ها. خب اگه چی رو بیارید اینسپکتر رو بیارید انتخابش بکنید، خب من میرم داخلش، ببین اینجا اومده لی یه لی ساخته پیج نف، اینه اونجاییه که دنبالش. خب اول اینکه این لی عنوان رو میخواییم از بین ببریم، این از پارامترها استفاده میکنیم. پارامترها قبلا گفتیم میتونیم به صورت آرایه بفرستیم، آره یه آرایه دیکشنری. میان پایین، پس اولین پارامتری که از دبلیو لیست پیج یاد میگیریم تایتل لی هست، لی عنوان. خب من اینو برابر هیچی قرار میدم، یه رشته تو خالی میفرستم، این همین چیزی است که اینجا ظاهر میشه. خب اونطور که توجه میکنه دوبرین از بین میره خیلی راحت. من یه بار دیگه اینو با اینسپکتور نشون میدم، ببینید خودش توی این خروجی این همه لی هستن، یو ال نمیسازه، یو ال رو باید دستی بسازیم. پس برمیگردم قبل از جایی که میخوام دبلیو پی لیست پیج استفاده کنم یه یو ال خودم میسازم، یه تگ یو ال میدم، میام پایین ترم میبندمش، یه تو رفتگی هم میدم اینجا که دیگه الان راحت ببینم، تمام کتا رو انتخاب میکنم یه تو رفتگی بهشون میدم. حالا اگه رفرش بزنم ببینید که درست میشه.
این تمام صفحات رو واسه هم ریسک، اگه واسه تمرین برید چند تا صفحه بسازید، یا همون دامی کانتنتی که بهتون گفتم پلاگین ها نصب کنه میتونید با اونم بسازید. خب حالا من میرم به برگه ها، کجا بودن آیناش، برگه ها میرم. میبینید بعضی از برگه ها زیر مجموعه بقیه برگه ها، مثلا من این نمونه کارها ساختم، خب سخت افزاری و نرم افزاری زیر مجموعه نمونه کارهان. اینجا مگه ببینید سخت افزار و نرم افزاری زیر مجموعه این هم. خب بقیه پارامترهاشو من به صورت تیتوار، من همه این مطالبی رو که میخواستم بگم رو کاغذ نوشتم، یکی یکی بسید خدمتون عرض میکنم. اصطلاحا پارامتر اولی که میخوام خدمتون عرض کنم پارامتری هست به اسم سورت کالم رکولام، میام اینجا من تلفظ درستش هم نمیدونم ولی دقیقا چی هست، تایتلی رو خوب کارش ندارم، یه کاما میذارم میرم پارامتر بعدی. یه پارامتر رو خدمتون عرض کردم سورت، اگه اشتباه نکنم کالم هست، کلام هم فکر کنم تلفظ بشه، الان دقیقا تو ذهنم نیست، نگم انگلیسیم خیلی خوبه کلاس بذارم واسه تون، نه زیادم خوب نیست، خوندن هم که خیلی خوبه، عالی، هیچ مشکلی ندارم، تلفظ و گفتاریم واقعا افتضاحه. خب این میگه که ما به قول معروف بر چه پایه اینا لیست بشن. خب میگه که این به قول معروف بر چه پایه مرتب بشن، بر اساس نامشون، آیدیشون، چون اگه شما تو لیست برگاه توجه بکنید اینا چیزهای زیادی دارن، مثلا یکیشون رو همینجوری برید داخلش، رو ارتباط با ما میزنم صفحه ارتباط با ما یکی از برگاه. خب ببینید اینجا چیدمان داره، این چیدمان هر عددی که بهش بدید اینجاست که خودش رو تأثیرش رو نشون میده، بر اساس اون عدد مرتب میشن، یا بر اساس نامشون حروف و الف با، یا میتونه چیزهای زیادی باشه. خب به صورت پیشفرض بر پایه تایتل یا عنوانشون، اون چیزی که اینجا وارد میشه، اینا چی میشن؟ یه اسلاگ هم دارن، اسلاگ همون نامک تو فارسی، چیزی که اینجا وارد میکنه در جایی که موسم است. تایتل یا عنوان چیزی که این ارتباط با ما اینجا وارد میکنیم. خب به صورت پیشفرض پس تابع WP List Pages بر پایه عنوان، این چیزی که اینجا وارد میشه، اینا رو لیست میکنه. خب پس من میام اینو تغییرش میدم، باشه من اینو دوباره بیارم بالا، اینو تغییرش بدم، میذارمش روی، اگه بذارم روی منو اوردر، من اینو یکی یکی خدمتون عرض کنم، منو اندرلاین اوردر مرتب سازی بر اساس منو. خب این چیه؟ بر اساس این شماره‌ای که اینجا وارد میشه میتونیم به هر کدوم از برگ‌های چیدمان یه شماره بدیم، بر اساس این مرتبشون میکنه. از آن صبح هم از مسجدمون داره پخش میشه، هزار مشاله این بلندگوی مسجد ما همچین بلند پخش میکنه که انگاری بیخ گوشت، الان فکر کنم احتمال زیاد صداش هم داره ضبط میشه. خب مورد بعدی همون پست تایتل، به صورت پیشفرض روی پست تایتل هست، یا همون عنوانشون باشد، پست تایتل، پست اندرلاین تایتل، این پیشفرض خودش هست، این آرگومان پیشفرضش روی پست تایتل هست، همونطور خدمتون عرض کردم روی چیزی که اینجا وارد میشه بر اساس حروف الفبایی که اینجا وارد میشه لیستش رو میکنه تو این قسمت. خب اگه بذاریمش رو منو اوردر، بر اساس چی لیست میشد؟ بر اساس اون گزینه‌ای که روی گزینه‌ای که در چیدمون وارد میکردیم، اینجا همون منو اوردر. اگه بخوایم بر اساس تاریخ ساختشون مرتب بشن، میتونیم گزینه پست دیت رو وارد کنیم. خب یه رفرش میزنیم، ببینید بر اساس تغییر کردم، بر اساس تاریخ ارسالشون، من اینو ببندمش. خب بر اساس تاریخ ارسالش. مورد بعدی که میتونیم وارد بکنیم تاریخ آخرین دستکاریشونه، پست مودیفاید هست یا مودیفید اگه اشتباه نکنم اینجوری تلفظ میشه، یه رفرش میزنم چون من اینا رو دستکاری نکردم، تغییری هم نکردن، همون تا با دیت و مودیفایدشون یکی بود. آیدی
بر اساس شماره شون میتونن چه باشن، اینو پاک میکنم. سورت کلامشون میتونه بر اساس آیدی باشه. آیدی ماجراش چیه؟ هر برگه یه شماره داره، اگه نمیدونید شماره چیه دریافت پیوندک رو که بزنه دوره نوشته P76، این 76 آیدیشه، شمارهشه تو دیتابیس. خب بر اساس شمارهشون مرتب میشن. یه رفرش میزنم، خب حالا تغییرم نکردن، تقریبا همون بود. حالا تو گزینه بعدی بهتون میگم چجوری میشه دیگه تغییرشون داد. پست آتر یکیشه، آتر بر اساس آیدی کسی که صفحه رو ساخته. چون من همه رو با اسم یه نفر ساختم، یعنی با ادمین ساختم ایشون. اینجوری اگه خواستین حالت رو تمرین بکنید، باید این که صفحات رو چند تا یوزر بسازید، یوزرهایی که قابلیت صفحه ساختن داشته باشن، و هر کدومشون بیاید افزودن و برگه رو بزنید، چند تا برگه بسازید. خب بعد اگه بیاد روی این حالت بذاریدش روی پست آتر، خب بر اساس شماره شون، نه نام حروف الف باشون، این هم بدونید، بر اساس شماره آیدی اون کاربری که اینو ساخته، مثل پست ها و مثل صفحات که هر کدوم هر کس هر صفحه یا آیدی داره، هر کاربری هم یه آیدی داره. خب بر اساس آیدی اونایی که ساختنش مرتبشون میکنه، چون من همه رو یکی ساختم الان چی میشه. خب بعدش هم پست نیم هست. تایتل گفتیم اگه پست تایتل باشه، این قسمت مد نظره، اگه نیم باشه همین نامک یا همون پیوند، حالا اینجا نمیشه پیمندک. خب اگه نمیدونی چه ویرایشو که بزنید، چیزی که اینجا وارد بشه رو بهش میگن اسلک تو انگلیسی، حالا ما بهش میگیم نامک، حالا همچین چیزی تو فارسی، اگه اشتباه نکنم تو مستندات فارسی وردپرس نامک اینو اسلاگو ترجمه میکردن. خب چیزی که به ترتیب حروف الف با اینکه اینجا چی شده، من الان میگذاشتمش روی نیم، اگه اشتباه نکنم درست ذخیره هم کردم. یه رفرش میزنیم ببینیم تغییری میکنه یا نه. آره یه تغییری کرد، بر اساس نامشون که میذاریم تغییر میکنم. میذاریمش همون حالت پیشفرض خودش، باز تایتل. اگه چیزی رو واردم نکنیم، یعنی سورت کال رو وارد نکنیم اصلا، من اینو پاکش بکنم میشه همون پست تایتل به صورت پیشفرض. ببخش. مورد بعدی، پارامتر بعدی سورت اوردر هست. این دو تا بیشتر نداره، دو گزینه بیشتر نداره، یا ASC یا همون سعودی هست، یعنی از کم به زیاد، که اگه اشتباه نکنم پیشفرضش هم همین ASC هست اگه چیزی وارد نکنیم، یا اگه خواستید برعکس بشه، یعنی نزولی بشه، از زیاد به کم بشه، یعنی گه بره بالا اینا همه بیان پایین، با اونو برعکس بشه، اینو دسکش میکنیم DESC. اگه اشتباه نکنم مخفف، حالا دقیقا تو ذهن هم نیست، اینا باید مخفف سودی و نزولی هن، اینا اسکندینگ و دسکندینگ باید باشن، باید مخفف اینجور که باید این دو تا کلمه باشن. من این حالا رفرش میکنم ببینید ترتیب رو برعکس میکنه. پس این دوتا پارامتر سورت اوردر و سورت کالم با هم دیگه توی ارتباطن، این مرتب سازی رو تعیین میکنه، این که سعودی و نزولی باشه رو با سورت اوردر. اکسکلود مجراش چیه؟ پارامتر اکسکلود، خب یه زمانو میخوایم، خب یه تو لیست صفحاتی که میگیریم یه صفحه ای نباشتش، صفحاتی که میخوایم نباشتشون شماره آیدیشون رو اگه نمیدونستین چیه دریافت پیوندک رو میزنید، من جلوی پی هرچی نوشته بود میشه شماره آیدیش، اونو وارد میکنید، که البته این رشته ای هم هست اونجا وارد میکنید تا اون صفحه نیاد. الان این ارتباط با ماه، من رفرش بزنم باید ارتباط با ما نباشتش دیگه، ببینید هست شد. خب اینم پاکش میکنم، این سورت اوردر رو نمیخوام اینو. خب اگه خواستید مثلا اگه اشتباه نکنم قبلا اگه نمونه کارها بکنم 72 قبلا نگاه کردم، خب اگه چند صفحه رو میخواستید حذف کنید کاما میذارید شماره ها رو مینویسید. الان من تو صفحه 76 و 72 رو با کاما از هم جدا کردم، تو پارامتر اکسکلود جدا کردم،
رفرش میزنم ارتباط با ما و نمونه کارها رو حذف کردم. الان این دوتا حذف شدن. خب فرزنداشون حذف نمیشن. ببین الان من نمونه کارو حذف کردم، سخت افزار و نرم افزار که فرزند نمونه کار بودن حذف نشدن. اون فرق میکنه، اونو جلوتر بهتون میگم کدوم است. اون جلوتر نداره، همین الان میگم دیگه. پارامتری که بعد پارامتر بعدی که میخوام خدمتتون معرفی کنم exclude tree هست. این فرقش با قبلی اینه که هرچ اینم هم واسه جدا کردن از لیسته، فقط فرزندای اونم جدا میکنه. 72 شماره نمونه کارها بود. خب اگه اینو بزنم فرزنداش که سخت افزار و نرم افزار هم هستن حذف میشن. این ماجرای فرزندو بهتون بگم، خب یادتون باشه میخواسته تو بخش صفحه که میسازه تو مادر صفات برگه بتونید مادرشو مادر اون صفحه رو تعیین کنه. ببینید نمونه کارها مادرش الان تو رفتگی دارن، سخت افزار و نرم افزاری، اینا سخت افزاری و نرم افزاری با قول معروف فرزندان نمونه کارها هستن، یا مادر سخت افزاری و نرم افزاری نمونه کارها حساب میشه. خب پس اینجا اکسکلوتری هر شماره صفحه رو اینجا وارد بکنیم، میتونیم هم اکسکلود رو داشته باشیم هم پارامتر اکسکلوتری، هر دوتا رو میتونید با هم داشته باشیم. خب فقط فرقش این بود که اکسکلود خود اون صفحه رو از لیست حذف میکنه، اکسکلوتری فرزندانش رو هم حذف میکنه. من اینو اصلا کمپلت این خط رو ور میدارم، نمیخوام این پارامتر رو. پارامتر اینکلود این دقیقا برعکس اکسکلود هست. اگه شماره صفحه ای رو، اینم رشته ای رو، شماره صفحاتی رو که میخواید فقط اون صفحه ها تو لیست باشن، مثلا 76 و 72 رو دوباره بهش میدم، 76 ارتباط با ما بود، 72 نمونه کارها، شماره صفحاتی رو که اینجا وارد بکنید فقط اون صفحات داخل لیست ظاهر میشن. ذخیره نکردیم، ذخیره بکنیم. برمیگردم آخه باشد این بره رفرش میزنم، کشت خودش اومد. ببینید فقط اون دوتا اومدن، ارتباط با ما و نمونه کارها. اینم از include deep پارامتر deep. پارامتر deep یا همون عمق، شما میتونید اینجا تعیین بکنید که این پارامتر عددی هست، متنی نیست، به صورت پیش‌فرض صفره، یعنی که هر چقدر فرزند وجود داشته باشه 100 پله هم برن تو هم دیگه این نشون میده. من اگه بخوام که فرزندا رو نشون نده فقط میتونم بگم یک سطح یک رو به هم نشون بده. ببینید فرزندانه فقط سطح یک، دیگه فرزندا رو نشون نمیده. اگه بخوام بگم یه پله هم فرزند نشون بده میگم سطح دو رو هم نشون بده. الان نرم افزاری سخت افزاری هم باید مال نمونه کارها ظاهر بشن. اگه واسه نرم افزاری سخت افزاری هم فرزند بذارم واسه که اونا هم ظاهر بشن باید اینجا سطح 3 وارد بکنم. اگه صفر بدید یعنی همه سطوح رو نشون بده به صورت پیشفرض، پیشفرضش هم صفره. خب من یک میذارم چون فقط میخوام فرزندان رو نبینم، سطح 1 رو ببینم. گزینه بعدی چایلد آف است. پارامتر بعدی child underline of. این پارامتر هر چی رو که به این بدید فقط فرزندان اون صفحه، یعنی شماره آیدی رو قبول میکنه، فقط فرزندان اون صفحه رو نشون میده. اگه یادتون باشه 72 آیدی نمونه کارها بود، من الان اینو بهش میدم شما نگاه کنید ببینید چه اتفاقی میفته. فقط فرزندان اون صفحه رو بهم نشون داد، سخت افزاری و نرم افزاری که فرزندان نمونه کارها بودن. باز child of اگه شماره ای رو بهش بدیم فقط فرزندان اون صفحه رو نشون میده. پارامتر بعدی show date هست، تاریخ ساختشون هم نشون میده. من اینو true میکنم، به صورت پیش‌فرض فالس هست. شما میتونید تروش بکنید مثل مال من، میزنم رفرش میکنم، یعنی تاریخشون هم جلوش مینویسه، تاریخ ساختشون رو هم جلوشون ببخشید تاریخ آخرین باری که اون صفحه دستکاری شده، اطلاعات اون صفحه رو دستکاری کردید. الان به روز رسانی رو بزنم این تاریخ منظوره، این واسه این صفحه ارتباط با ما ثبت میشه وقتی اینجا نشون داده میشه. پارامتر بعدی دیت فرمت هست. من اینو خیلی سربسته خدمتتون میگم که اگه شما شاو دیت رو ترو بکنید اون موقع میتونید با دیت فرمت تعیین بکنید که
متنی هم هست. چجوری نمایش داده باشه؟ به صورت پیش فرض ال اف جی، اف بزرگ جی و بعد ایگرک هست. سال اگه اشتباه نکنم به این شکل، دقیقا همون چیزی که اینجا نوشته شده، سال روز ماهو میزنه واسه تون. خب حالا من اگه بخوام فقط سالو ببینم، فقط کافیه که شو دیت و فرم ترو کردم، دیت فرمت رو وای میذارم، سال یه نگاه میندازم، فقط سالو میزنه. خب من اینو برش میدارم، نمیخوامش. دیت فرمت اگه شو دیت رو ترو کرده، میتونیم با دیت فرمت تعیین کنیم که چجوری نشون بده. تایتل رو خدمتتون معرفی کردم. پارامتر بعدی اکو هست. اکو پیش فرض ترو هست. داریم میگیم که تو خروجی چاپ و یعنی خروجی این تابه چاپ بشه، یعنی که من اگه فالسش بکنم چیزی چاپ نمیشه. حالا بهتون میگم به چه دردی میخوره. خروج این تابه یه رشته هست، اگر اون فالسش کردم چاپ نمیکنه. میتونم اینو توی متغیر ذخیره بکنم بعدا استفاده بکنم. حالا اگه تو متغیر پیج گذاشته باشمش، میتونم اینجا چاپش بکنم تو خروجی. حالا میتونه تو این رشته ای که به صورت رشته ای تو پیجی ذخیره میشه، میتونم اتفاقاتی رو این به قول معروف یه کارهایی روش انجام بدیم بعد تو خروجی چاپش بکنیم. و من این پارامتر رو نمیخوام، چون میخوام تو خروجی چاپ بشه. پارامتر بعدی لینک بیفور و لینک افتر هست. لینک بیفور رشته ای، لینک بیفور هر چیزی روی که توش بذارم قبل از، ببینید قبل از هر چیزی روی که تو لینک بیفور بذارید قبل از لینک صفحات ظاهر میشه. ببینید من دو خط گذاشتم ظاهر شد. خب لینک افتر اندرلاین افتر هر چیزی رو که به این پارامتر بدید بعد از هر لینک ظاهر میشه. ببینید بعدش. خب حالا این اگه بخوام بینه، چون من شادیت تو ترو کردم، اگه بخوام بین این دوتا فاصله بدم، میتونم با استفاده از پارامتر لینک افتر، حالا مثلا میتونم دوتا فاصله بدم، یا اینکه این دوتا کاراکتر رو میذارم تو حالت فارسی. ببینید میخوام بعد از هر لینکی اون دوتا کاراکتر ظاهر بشن. این به این شکل در اومد. پس این دوتا خط رو با لینک بیفور و این دوتا خط هم با لینک افتر گذاشتم. قبل از هر لینک لینک بیفور، بعد از هر لینک لینک افتر. پارامتر بعدی آترز هست. من اینو برمیدارم، این پارامتر رو هم پاک میکنم، این شو دیتش هم برمیدارم. پارامتر آترز، این پارامتر رشته ای هست. شما میتونید شماره آیدی کاربرانی که این صفحات رو ساختن رو وارد بکنید. خب اینجا نشون داده میشه. خب الان من نمیدونم، من همه رو با ادمین ساختم، نمیدونم شماره ادمینم چنده. تو کاربران میتونید به دست بیارید. مثلا من اگه همه کاربران رو بزنم، مثلا ادمین رو میزنم، میرم داخلش، فکر کنم این بالا باید زده باشه. شماره هر کاربر رو، این شماره رو میتونید تو دیتابیس هم به دست بیارید یا با استفاده از، من یه لحظه اینو برش میگردونم همون صفحه جدول کاربران. اینجا نشون نمیده. تو دیتابیس اگه شما نگاه بکنید، من میرم پی‌اچ‌پی موبایل ادمین، دیتابیسی که من واسه این وردپرس هم ساختم لرن هست اسمش، میرم داخلش، تو جدول WP users میرم، دو تا کاربر بیشتر ندارم، آیدی ادمین یکه، همه هم خب با این ساختم دیگه. اگه بخوام فقط مال مثلا فرض رو برای میگیریم، من 5-6 تا کاربر دارم نویسنده که میتونن صفحه بسازم، فقط میخوام مال ادمین رو ببینم، یک رو میذارم داخل پارامتر آترز،
بعد اگه اینجا رفرش رو بزنم فقط صفحاتی که توسط ادمین ساخته شدن رو به هم نشون میده. الان چون همه رو با ادمین ساختم اون نشون میده. فرض رو برای میگیرم میخوام آیدی اون یکی چنده، مال مهدی تاکس آیدیش 2ه. خب این 2 رو اینجا میذارم، اینجا رفرش میکنم، الان هیچی نشون نمیده. شما با مهدی تاکس هیچ صفحه ای نساختم، هیچی نشون نمیده. خب حالا میخوام که تمام صفحاتی که با ادمین با مهدی تاکس 1 و ادمین که 1 بزنم، این آیدی مهدی تاکس اینم آیدی ادمین با کاما از هم جدا میکنه. این پارامترش متنیه، یادتون باشه که بعد این کالنا رو بذارید. بسید باشه میکنم کالن علامت های نقل قول عباسم نبود. خب پارامتر بعدی نامبر هست. میخوام تعیین کنم که چه تعداد نمایش داده بشه. خب من چندین و چند صفحه دارم، فقط میخوام 3 تاشون رو نشون بده. یعنی چی بشه؟ 1 2 3 دیگه بعد از این نشون نده. با نامبر میتونم تعیین کنم چه تعدادی رو نشون بده. اینم از نامبر، 3 تاشون رو فقط نشون داد، خیلی راحت. خب میام بسرم بذارمش رو 4، 4 تاشون رو نشون بده. خب این رو هم پاکش میکنم، این پارامتر رو هم نمیخوام. پارامتر آفست، این یکمی کم کاربرده، یعنی خیلی کم کاربرده. این آفست تعیین میکنه که چند تا رو رد بکنه بعد شروع کنه نشون دادن. میگم 2 تا رو رد کن بعد شروع کن نشون دادن، یعنی سمپل و ارتماد با ما الان باید حذف بشه. اینو الان باید نمیدونم چرا کار نکرد. را کارش اینه، اگه خواستید استفاده بکنید کارش اینه. این خب پارامتر دیگه این نداره که بخوام خدمتتون معرفی بکنم. این به مثلا معرفی دیگه تمام پارامتر، فقط قرار بود مهمش رو بگم، همش رو گفتم. میرم سراغ تابع بعدی، من همه رو پاک بکنم، تمام پارامترها رو از بین میبرم. تابع بعدی WP منیو باشد، پیج منیو. خب این هم واسه ساختن فهرست است، فقط یه تفاوتی داره، این بیشتر تو منوها کاربرد داره. الان خروجیش رو بهتون نشون میدم. این خروجیش الان میگید که خروجیش همون شد که خب دیولپر تولز رو بیارید و اینسپکتور کدا رو یه نگاه بندازید ببینید. اول اینکه یه دیو ساخت، یک تگ دیو ساخت که کلاس داره، کلاس منیو، بعد یه UL، بعد لی ها رو ببینید، پیج آیتم. دقیقاً واسه ساختن منو به کاربرد داره. این پارامتراش هم خیلی کمه، یعنی پارامترهای زیادی نداره، پارامترهای خیلی کمی داره. تقریبا پارامتراش با قبلی یکی. من یه نگاهی به پارامترها بندازم، فقط اونایی رو که فرق دارن رو بگم. دیپو که داره، سورت کالم داره، منو، منیو کلاس یکیشه. ببینید دیو کلاس منیو، خب اگه بخواد این کلاس رو تغییر بدید میتونید از اینجا استفاده بکنید. این بیشتر واسه منو ساختن به درد میخوره، نه تو نوار کناری. همونطور که خدمتتون گفتم این یه بهانه ای بود که نوار کناری من یه سری توابع خیلی براتون معرفی کنم. بعدها توابعی که مخصوص نوار، البته این پیج لیست تو نوار کناری خیلی کاربرد داره، حالا این پیج منیو نداره. این چون خیلی دارم همه توابع پیج رو میگم، اینم میگم دیگه همین وسط. بس یکیش منیو کلاس، اینجا مثلا می نویسیم منیو مثلا سایت بار. میخوام با این کلاس، کلاسی که به این تگ دیو میده این باشه. یه رفرش میزنیم ببینیم درسته. خب این هاش منیو سایت بار، ببینید تگ دیو منیو سایت بار. این کلود رو که داره، اکس کلود رو هم داره، اکو رو هم داره. این پارامتر رو قبلا معرفی کردم. شاهوم یکیشه.
خب اگه بخواد یه لینک هم به صفحه خانگی بده، یه پارامتری این دبلیو پیج منیو داره به اسم شاو هوم به صورت پیشفرض فالس شما تروش بکنید. به جای این ترو یک یا صفر هم میتونید بذارید، یک معادل ترو صفر معادل فالس تو پی اچ پی. خب اینجوریه، یکی از ثوابت از قبل پیش تعریف شدن واسه پی اچ پی ترو هست که معادل یک و صفره. ترو میکنم، باید خانه رو هم اضافه کرد به صفحه خانگی و شما هم به صفحه خانگیتون رو میده. لینک بیفور و لینک افتر هم خب قبلا خدمت رو معرفی کردیم. سورت کالوم رو داره، منیو کلاس رو گفتم، اکسکلوتری رو هم داره، چیز خاص هم اینا چیز خاصی نداره. این توابعی که من معرفی میکنم و شما میتونید پیشنهاد بکنم که حتما برید تو وردپرس کودکس و اونجا رو هم یه نگاه بندازید. پس تا پارامترهای دبلیو پیج منیو همه پارامترش با قبلی یکی نیست، فقط دیپو داره که قبلا معرفی کردم. سورت کارمون داره، منیو کلاس رو گفتم، اینکلود، اکسکلود، اکسکلود تری، اکو، شاو هوم رو هم گفتم، لینک بیفور، لینک افتر. و این نگاهی هم به این کاغذ من بندازم، بله همه رو گفتم. خب میرم سراغ تابع بعدی، تابع WP drop down pages. من این دوتا خط رو پاک میکنم، WP drop down. از نامشون پیداست چی کار میکنم. مثلا این drop down pages خب معلومه دیگه، توی تگ select میسازنش، یه نگاه بندازید چیه، کشویی میسازه. یه اس اینجا کم داشت، خطا راحت کرد. توی تک سلکت واسه همون صفحات رو قرار میده، ببینید تک سلکت ساخته. خب پارامتراش دیپ رو داره که من قبلا با همون کاربرد قبلی ها رو داره، چایلد ها رو داره که همون کاربرد قبلی ها داره. پارامتر سلکتید، پارامتر سلکتید شما میتونید خب شماره آیدی یه صفحه ای رو بهش میدید، مثلا من 76 رو بهش میدم که فکر کنم ارتباط با ماست، یا 72 که نمونه کار هست. خب کلاس سلکتید چیه؟ اینو به حالت بقول معروف چیه سلکتید رو به این اضافه میکنه، اتریبیوت یا همون خصوصیت سلکتید رو به این اضافه میکنه. چجوری ببین، الان من میرم پایین اینو تو چه ببین، اینا هاش این ولیو 72، این ولیوشون مقدارشون همون آیدی صفحه شون رو ببین، سلکتید رو اضافه کرد ببین. خب 76 که این هست، من میخوام به این اضافه بشه، میدمش به این. اگه 76 رو اینجا بنویسم ارتباط با ماست که میشه خاصیت سلکتید رو میگیره به خودش، نه کاربرد های خاص خودش رو داره. این بیشتر تو فرما کاربرد داره. خب حالا میگم بعضی توابعی که من دارم معرفی کنم بعدا به دردمون میخورن، فقط الان به صورت سربسته خدمتون معرفیشون میکنم. پس WP drop down یه قول معروف یک لیست کشویی واسه ما میسازه، یک نام داره، یه خاصیت نام داره. شما اگه نگاه بکنید اینجا این تگ سلکتمون یک نام داره، یه آیدی داره دیگه، درسته؟ خب دو تا خاصیت هم، دو تا پارامتر هم اینجا داریم، یکی نیم که میتونیم اون چیزی رو که دوست داریم اینجا بنویسیم که تو نیم اونجا وارد بشه، مثلا پیج دراپ. یه پارامتر دیگه هم داره به اسم آیدی، خب که این چیزی رو که اینجا وارد بکنید، خب نیم میشه همون نیمه تگ سلکت، آیدی هم میشه همین. اگه وارد نکنیم، اگه خواست پارامتر آیدی رو وارد نکنیم، مثلا اون پارامتر نیم استفاده میکنه به صورت پیشواز. اگه نیم رو هم وارد نکنیم پیج آیدی مینویسه. خب آیدی هم گفتیم همون چیزی میشه که نیم اگه چیزی وارد نکنیم، ولی ما میتونیم اینجا پارامترها رو خودمون بنویسیم جدا بدیم. مثلا نیم رو دادم پیج دراپ، اینو بدم پیج دراپ آیدی. خب حالا یه رفرش میزنم،
ببینید پیج دراپ آیدی پیج دراپ. خب تو همینجا واسه این کافیه، اینو سر فرصت تو بخش فرم ها خدمت رو معرفی میکنم که میتونیم با پارامترهای زیادی داره، مثلا show option no change و show option not value و show option none، که اینا مثلا میتونیم تعیین کنیم که هیچ کدام مثلا توشون باشه. این حالت انتخابی داره دیگه، این WP drop down حالت انتخابی داره، یعنی ما باز میکنیم انتخاب میکنیم. این واسه لحظات خوبه که از بخوایم از کاربر چیزی رو بپرسیم، یعنی تو پلاگین ها یا صفحه تنظیمات بیشتر کاربرد داره. خب WP list categories رو خدمتتون معرفی میکنم. WP list categories، خب این واسه لیست گرفتن از دسته ها استفاده میشه. این چینه رو من پاک میکنم، این پارامترها رو یه رفرش میزنم، دسته ها رو لیست میکنم. خب دسته ها چی هن؟ شما اگه بیاد اینجا نوشته ها، دسته ها، موقع که نوشته رو مینویسیم میتونیم دسته بندیشون کنیم دیگه، میذاریم یه دسته بهش اطلاق میکنیم. من دسته ها رو دارم الان، مثلا طراحی پست زیر مجموعه وردپرس، یه دسته همینجوری دارم، یه دسته غیر دسته بندی شده و یه دسته برای فیچرد پست یا پست های ویژه دارم. خب پارامتراش یه پارامتراش رو من دونه دونه خدمتتون معرفی میکنم. پارامتر order by که بر چه اساسی مرتب بشن، این مرتب سازیشون که نشونشون میده بر چه اساسی مرتب بشن و نشون داده بشن، به صورت پیشفرض نام هست، نیم. خب نیمشون همون چیزیه که شما اینجا وارد میکنید، نام، نامک یا اسلاگ هم میتونه باشه، میتونید بر اساس اسلاگشون مرتب بشن. خب مثلا این میذاریمش رو اسلاگ ببینیم چه تغییری میکنه، تغییری نکرد، اما نام و اسلاگش یکی بود واسه دسته های من. حالا شما حالا ببینید دسته ها هم داره این بالا، من تایتل لی داره که میتونید اونو بردارید، تایتل لی یه چیزی میتونید بنویسید هرچی که دوست دارید، کاتگوری اگه چیزی بنویسم باشه تایتل اندرلاین لی، چون تگ لی میسازه این یه عنوانشو اونجا مینویسه. این دلیلش اینه که چرا تگ لی میسازه، دلیلش اینه که حالا ما اومدیم تو ویجت هامون از تگ دیو استفاده کردیم، معمولا سایت بار رو با تگ دیو باشه یو ال میسازن. یه بار اون روشو خدمتون یاد میدم، خب که هر ویجتی میشه یه تگ لی واسه خودش. ببینید این تگ لی داره، حالا من اینو اگه ورش دارم میتونم اینو خالی بدم که اصلا این تگو برداره دیگه نباشدش، این کاتگوری هم حذف میشه، من خیلی راحت حذفش کردم. مورد بعدی آیدی هست، بر اساس آیدی شون مثلا الان ویرایش رو میزنم فیچرد پاست، ببین آیدی، تگ آیدی، خب هفته مثلا آیدی این، از اون چی میتونید بفهمید، تگ آیدی هفت، آیدی این مثلا هفته. خب پارامتر order by بود، ببخشید این order by که من میگم چرا کار نکرد، این بود که سر همه این گفتیم order by با مرتب سازیه، یا با نامه یا با اسلاگ، به صورت پیشفرض با نامشونه. خب ما این دفعه میذاریمش رو اسلاگ، رفرش میزنیم، من اینو ببندم developer tools رو، ببینید با اسلاگ تغییر کرد. خب یه تایتل لیه اینم من تغییر بدم، لیه عنوان هیچ، رفرش رو میزنم، لیه عنوان رو بردارم. خب دست مرتب سازی رو گذاشتم روی اسلاک، گفتیم پیشفرض نیمه یا رو همون نامش، یا با آیدی شمارهشون تو دیتابیس، یا با تعداد نوشته هاشونه، تعداد نوشته هایی که توی این دسته هست،
بر اون اساس مرتب بکن. خب که تقریبا حالا همشون تو یه سطحن. خب من اینو میذارم روی نام، همون پیش‌فرض خودش. میرم سراغ پارامتر بعدی. پارامتر بعدی order هست که اینا نزولی باشن یا صعودی. به صورت پیش‌فرض صعودی هست، یعنی روی اسکندینگ هست یا ASC. اگه خواستید نزولیش بکنید دسکش میکنید، یا اسکندینگ یا همون DESC. خب الان من اگه رفرش بزنم اینو برعکس میکنه بسن. خب به صورت پیش‌فرض این فیشریت پاس ها اینا اول بودن، حالا اینو برعکسش کرد. خب شاکونت پارامتر بعدیه، اگه میخوایم تعداد نوشته هایی که داخل این دسته هستن رو ببینیم، میتونیم شاکونت رو ترو بکنیم یا یک بذاریم، فرقی نمیکنه. من رفرش میزنم، 26 تا تو وردپرس از طراحی پوست یکی، آنکاد روزید یکی و فیچرید پاست هم دوتا. شاو کانت ترو. هایت امپسی پارامتر بعدی که خدمتون معرفی میکنم، هایت امپسی هست که به صورت پیش‌فرض این میگه که دسته هایی که نوشته ای توشون نیست، یعنی خالی هستن، صفر نشونشون نده، مخفی بکن. این true به صورت پیشفرض، شما میتونید اینو فالسش بکنید، یعنی نشونشون بده، مخفیشون نکن. ببینید مخفی بکن خالی ها را، فالس ما از کار میندازیم. ببینیم دسته خالی داریم که مخفی شده باشه. آره هست، همینجوری دسته همینجوری چیزی توش نبود، من اینو همینجوری ساخته بودم، اسمش هم گذاشتم همینجوری. پارامتر بعدی child of هست. خب میخوام پارامتر بعدی که خدمتتون معرفی میکنم child of هست، این بشه دردی میخوره. این مثل همون حالت صفحاته، میخوایم که فقط فرزندان این ایش اضافه است، فقط فرزندان یه دسته خاص رو ببینیم. آیدیش رو اینجا مینویسیم. خب آیدیش رو اگه اینجا وارد بکنید، هر چی که باشه، آیدی هم بهتون گفتم چجوری به دست بیارید، ویرایشش رو میزنید بیاد اینجا ببینید تگ آیدیش رو که گیر بیارید، اون آیدیش رو جلوش نوشته. مثلا اگه من میخوام چی رو به دست بیارم، وردپرس، فقط میخوام فرزندای اینو ببینم، اینو میرم داخلش، اونجا آیدیش رو میبینم. آیدی این 5، تگ آیدیش به اینجا نوشته 5. منم میرم سراغ همین 5 رو میذارم. این طراحی پوسته فرزند این بود، فقط میخوام فرزندان وردپرس رو ببینم. ببینید فقط طراحی پوسته الان ظاهر میشه. خب پس چال لایف هم مثل همون صفحات بود. اینو نمیخوام، این پارامتر رو نمیخوام. پارامتر بعدی اکسکلود هست که دقیقا مثل صفحات رفتار میکنه. پارامتر اکسکلود این هم متنی پارامتر، شماره صفحات، شماره دسته هایی که میخواییم ظاهر نشن اینجا وارد میکنیم. اسکلود تری هم مثل همون صفحات. پارامتر بعدی اسکلود تری، فقط فرقش با قبلی اینه که هر شماره دسته ای رو اینجا وارد بکنیم فرزندانش هم دیده نمیشن. اینکلود هم پارامتر بعدی که این هم دقیقا مثل صفحات اینکلود، هر این هم پارامتر متنی، هر شماره صفحه ای رو ما اینجا وارد بکنیم، مثلا 5 رو من بذارم، فقط اون دسته ظاهر میشه، 5 شماره وردپرس بود. و پارامتر نامبر هست، این هم دقیقا مثل صفحات، چند تاشون رو میخوایم ببینیم. این عددی من 3 تا رو فقط میخوام ببینم، یعنی این لیست دسته های الان به صورت پیش‌فرض بزنیم نامبر رو بر میدارم، اینو 0 بدید همه رو نشون میده. نامبر 0، الان 3 تا، من 0ش میدم، به صورت پیش‌فرض هم اگه اشتباه نکنم 0ه. ببینید حالا همه رو نشون میده، 4 تا. خب اینو میکنم 2، فقط 2 تاشو میخوام ببینم. ببینید 2 تا الان نشون میده. خب پارامتر دیپ هست که عمق، میخوام فرزند ها رو هم نشون بده یا نه. به صورت پیش‌فرض 0 فرزند ها رو نشون میده، من 1 میکنم، فرزند ها رو دیگه نشون نمیده. الان طراحی پوسته که فرزند وردپرس دیگه نباید دیده بشه. ببینید خب
یعنی به قول معروف چقدر بره پایین، من این دیگه صفر بذارمش دو، خب فرزندش رو هم نشون میده، یعنی سطح یک و سطح دو این فرزند. اگه طراحی پوسته هم فرزندی داشته باشه واسه دیدن اون باید اینو بکنم سه دیگه، یا صفرش بکنم که همه رو نشون بده، یا اگه میخوام تا سطح سوم پیش بره اینو سه میدم. پارامتر بعدی اکو هست که این رو هم تو طراحی باقش تو دبلیو لیست پیج خدمتون گفتم اکو که این به صورت پیشفرض ترو هست، یعنی تو خروجی چاپش بکن، یا فالس که به صورت یک رشته برش گردون، رشته که تو پی اچ پی کاربرد داره. پارامتر بعدی البته این دیپ رو هم خدمتتون یه چیزی رو بگم که دیپ یه چیزی رو همتون نگفتم، دیپ میتونه منفی یک هم باشه، اگه منفی یک بهش بدید ببینید، من اینو برمیگردونم، گفتیم اگه صفرش بدیم همه سطوح رو نشون میده با تو رفتگی، یعنی در ازای هر زیر مجموعه یه یو ال میسازه. ببینید الان ورد طراحی پوسته که زیر مجموعه وردپرسه یه یو اله، خودش جداه، چیلدرن کلاس چیلدرن رو هم داره. خب اگه منفی یک بدید همه رو تو یه سطح قرار میده، ظاهر میکنه. گفتیم اگه یک بدیم فقط سطح یک ها رو نشون میده، دو بدیم واسه فرزند است، الان دیگه این چیلدرن نیست، اصطلاحا دیگه خودش توی یو ال جدا نیست، هم سطح مثل بقیه یه لیه. این تو صفحات هم کاربرد داره. بعد چیز خاصی نمیبینم دیگه، بقیه اصطلاحا پارامتراش زیاد مهم نیستن. و تابع بعدی WP drop down categories دیگه همون مثل drop down page بود که یه چی باز میکرد، لیست کشویی بود که میگم اون کاربرد نداره، سر فرصت خدمتتون معرفیش کنم، اینو ردش میکنم، من اشتباه کردم، اینو رو کاغذ یادداشت کردم خدمتتون عرض کنم، واسه مواضع حرفه‌ای یه دونه بهترش رو میگیم، یه تابعی بهتر که به دردتون هم بخوره، WP get archives. آره این مثلا چیزیه که خیلی هم کاربرد داره، به درد نوار کناری هم میخوره. تابع WP get archives این واسه نشون دادن، واسه تمرین اینه که این واسه نشون دادن بایگانی بر اساس تاریخه. خب ببینید مثلا جولای 2014 من اینو بزنم فقط پستایی که تو جولای 2014 بودن رو بهم نشون میده. ببینید نوار عنوانم هم چجوری تغییر کردن، نوار آدرسم هم برمیگردم. خب حالا این پارامترهای زیادی میگیره بر اساس تاریخ، میتونه میگه مثلا هفتگی، اینکه تو چه هفته هایی. خب این بایگانی رو بهمون نشون میده. چطوری این کار رو انجام میدیم؟ پارامتر تایپ داره، این یکی پارامترهاش زیاد شبیه اون بقیه نیستن. تایپ تایپش مهمترین پارامترشه، به صورت پیشفرض روی مانتلیه، ماهانه، ما یرلیش میکنیم سالیانه. الان من چون همه رو تو 2014 منتشر کردم فقط 2014 است، مثلا اگه نوشته های 2013 واسه وبلاگ ها یا وبسایت هایی که خیلی قدیمیان و اینا مثلا کاربرد داره، این نوشته هاتون هم میخواید با این دامی کانتنت تولید میکنید بهتون بگم چجوریش بکنید که به دردتون بخوره، بتونید این مورد رو تمرین بکنید. مثلا میام تو همین جنرات بلاگ پست میگم مثلا 10 تا 20 تا واسه هم بساز. خب همه رو میذارم مثلا رو این. خب اینجا میام میگم که مثلا بذارشون تو دسته طراحی پوستم، نه بذارشون تو دسته همین طراحی پوسته بذارشون. خب اگه بذاریدش رو نان اول پست د سیم، این که همه رو تو یه روز همین تاریخ الان رو واسطون میزنه. اگه بذارینش رو دیت اپارت وان، تاریخ‌های انتشارشون رو میذاره یه روز بعد از هم. اگه ویک اپارت وان بذارید تاریخ‌های انتشارشون رو میذاره هر پست رو چی یه هفته بعد از اون یکی. خب من میذارمشون رو یه هفته بعد از هم. حالا میام واسه این مورد که تمرینش بکنم. خب 20 تا دیگه هم ساختم. اینجوری پستاتون رو بسازید. خب حالا به صورت پیشفرض گفتیم مانتلی هست، مانتلی ماهیانه، یه بایگانی ماهیانه به من میده.
چون من این پلاگین فارسی سازی تاریخ فارسی رو نصب نکردم، WP جلالی تاریخ های چی بهم نشون میده؟ تاریخ های انگلیسی رو بهم نشون میده، فوریه، مارس، آفریل، این همه مال 2014 است. خب ماهیانه، حالا توش ماهایی ما نوشته داشتیم، بایگانی اون ماها رو نشون میده که بیننده بتونه استفاده کنه. دیلیش بکنیم روزانش میکنه، دیلی یه بایگانی روزانه نشون میده از چه روزایی ما انتشار داشتیم. خب اینو اگه اشتباه نکنم، بله اشتباهمون اینجا بود، این باید آی باشه. نه خب روزانه ببینید، 22 جولای داشتم، 15 جولای، 13 می، 20 می، 27 می، 4 مارس، 18 فوریه. خب تایپ پس گفتیم یارلی، مانتلی، دیلی، ویکلی، هفته به هفتگی، بایگانی هفتگی رو میخوایم ببینیم. تاریخ میزنه اینجا واسمون، ببینید 21 جولای تا 27 جولای، 14 جولای تا 20 جولای، 31 مارس تا 6 آوریل، هفته به هفته هایی که من پست منتشر کردم، مطلب منتشر کردم. پست بای پست مورد بعدی هست که بر اساس تاریخ انتشار پست ها بایگانی رو نشون میده. پست بای پست سر هم نوشته میشه تو پارامتر تایپ، میزنم رفرش میکنم، ببینید بر اساس تاریخ انتشارشون پو تمام مطالب سایت رو تو لیست بایگانی نشون میده. تاریخ هر کدوم که اصطلاحا زودتر منتشر شده، یعنی نزدیک به تاریخ حال حاضر، ببینید لایف اینهاش، بعدی اینهاش، خیلی راحت همه رو لیست میکنه. گزینه بعدی که میتونید وارد کنید آلفا هست، بعد به ترتیب حروف الف با. به ترتیب حروف الف ها بر اساس حروف الف ها مرتبشون میکنه، تمام مطالب سایت اینجا لیست میکنه به ترتیب حروف الف ها. پس چی شد؟ میتونست یارلی، ماهیانه، پارامتر تایپ، مانتلی که پیش فرضش هم همون مانتلی است اگه چیزی وارد نکنیم، دیلی روزانه، ویکلی هفتگی، پست بای پست بر اساس تاریخ انتشار، و آلفا بر اساس حروف الفا. ما اینو میذاریم روی مثلا مانسلی. همون پیش فرض خودش لیمیت، اینکه چند تاشون نشون بده. پارامتر بعدی پارامتر لیمیت هست، همون اصطلاحا کار نامبر رو میکرد تو کاتگوری و پیجز صفحات. اینجا مثلا میگم 5 تا، فقط 5 تا رو نشون بده. و این فقط 5 تا میکنمش 3. لیمیت 3. فقط ستای اول نشون بده. خب پارامتر بعدی فرمت هست، من این لیمیت رو استفاده نمی کنم. پارامتر فرمت به چه فرمتی؟ به صورت پیشفرض این روی HTML قرار داده. اگه روی HTML باشه تکای لی می سازه، اگه اینو بکنیم آپشن تک های آپشن میسازه، ولی خودمون باید اینجا تگ سلکتش رو بنویسیم حتما. خب اگه میخواییم دراپ داون بسازیم که اینجا کاربردی نداره واسه ما، یا اینکه میتونیم لینک بدیم که تک های لینک میسازه. این تک های لینک کاربرد های خیلی خاصی دارن، اینو جلوتر خدمتتون عرض میکنم دقیقاً بشه دردی میخورن. نمایشی نیستم، منظور از لینک تک های آ نیست. ببینید اینهاشون باز میکنم، ببین تک های لینک میسازه. این کاربرد های خیلی خاصی دارن که بعدا بهتون میگم چیه، ولی مبحث حرفه یک. یا اینکه
میتونید بذاریدش روی کاستوم، که اگه بذارید روی کاستوم خب خودتون میگه خب اگه کاستوم بود چی؟ گفتیم اگه HTML بذاریم تگ لی میساخت دیگه، درسته؟ اگه بذاریم روی کاستوم خودمون سفارشی میتونیم تعیین کنیم که توی چه تگی بذارش. خب اگه این کارو بکنید اون موقع دو تا پارامتر دیگه هم میخواید، اون موقع باید تو پارامتر بیفور و افتر تعیین بکنید که قبل و بعد هر گزینه چه چیزی ظاهر بشه. من میگم تو تگ های آ بذارشون، آ بیفور قبلش و بعد هر کدومشون هم تگ آ رو ببنده. ببخشید آ رو ببند، رفرش رو میزنم. من فقط پشت سر هم میذارشون. میتونیم بگیم بعد از هر بستن هر آی یه تگ بی آر هم بزنه که بیفتن خط پایینی. ببینید اینجوری لیستشون کردم. حالا اگر با developers inspector رو بیارم، ببینید گذاشتهشون تو تگ آ، هر کدوم گذاشته توی آی جدا، خیلی راحت. میتونید استفاده کنید. خب اینم از before و after. و پارامتر بعدی ما اینو همون فرمتش رو اگه پاک بکنیم خودش میشه همون HTML، کارش نداره. پارامتر بعدی که تو wget archives به دردمون میخوره پارامتر shall post cons هست، که تعداد این به صورت پیش فرض فالسه، نمایش بده تعداد پست های داخل هر بایگانی رو. ما اینو ترو میکنیم که دیگه نمایششون بده. الان رو ماهیانه است، من اینو رفرش میزنم. ببینید 8 تا تو ماه جولای داشتم، 8 تا تو ژوئن، 51 آوریل داشتم، 7 تا تو ماه مارس داشتم. این اگه تغییرش بدیم روی اینم تاثیر میذاره دیگه. مثلا اینو میذاریم ویکلی، هفتگی. خب ببینید چه تغییری میکنه. مثلا تو هفته ها چقدر ارسال داشتیم، ببینید. همشون دوتایی هم به جز هفته به این چند تا آخری، هفته های آخری یه دونه هی، این هفته که از همه بیشتر 43 تاییه. ما این همون سریم رو حالت پیشفرض مانتلی و پارامتر انتهایی پارامتر اوردر هست که اینو قبلا هم باش برخورد کردیم. دو گزینه به اسم اسکندینگ یا سعودی داره به صورت پیشفرض رو این حالت. ما اینو میزنم الان رفرش میکنم، سعودی مرتب کرده. یا میتونم برعکسشون کنم، الان چون رو ماهیان است سکندین نزولیش بکنم، اصطلاحا برعکس میشه، از جولای میاد به فوریه. ببینید این هم از توابعی که من اینجا خدمتتون معرفی کردم. فکر کنم تقریبا شد یک ساعت این جلسمونم. پس من توابعی که من خدمتتون معرفی کردم، توابع رو من یه بار دیگه سریع خدمتتون معرفی میکنم. تا به WP list pages واسه لیست کردن صفحات بود که پارامتراش هم گفتیم. W پیج منیو بود واسه ساختن همون لیست صفحات، واسه منوها بیشتر کاربرد داشت. WP list بخشید drop down پیجیز بود. البته فعلا زیاد خودتون رو مشغول این یکی تابه نکنید، اینو من اشتباه کردم الان بهتون گفتم، بعدا تو بخش تنظیمات بهتون میگمش. WP list categories values
واسه لیست گرفتن از دسته ها بود. WP list authors ببخشید و فکر کنم آخریه که خدمتتون معرفی کردم ببخشید WP get archives بود. این مورد بود که خدمتتون معرفی کردم که واسه گرفتن بایگانی نوشت مطالبمون و نوشته هامون بود و اینکه گفتیم چطوری میتونیم بفهمیم که نوار کناریمون ابزارکی داره یا نه با یه ایف ساده که یک علامت تعجب یا نقیض میذاشتیم قبل از داینامیک ساید بار، و اینکه گفتیم چطوری میتونیم بفهمیم که قالب ویجت هامون چطوریه که گفتیم که یا یه ویجت میدید یا ابزارک میدید به چیتون، میرید نمایش ابزارک ها، یه ابزارک میدید به نوار کناریتون، بعد میایید داخل صفحه اصلی با developer tools یه نگاه میندازید ببینید که به چه شکل هست، از همونجا چی میگیرید، یا اینکه فایل functions php رو باز میکنید و نگاه میکنید ببینید before widget و after widget و before title چه گزینه‌ای دارن، از همون قالب پیروی میکنید. خب اینم از جلسه 19 هممون، امیدوارم که استفاده کافی رو برده باشه. جلسه بعد میریم سراغ سایر فایل های مربوط به پوسته.